اعدام جمعی 11 زندانی در قزلحصار کرج پس از قرارداد ذلت‌بار اتمی، اعتصاب قضای بیش از 1000 زندانی در اعتراض به اعدام‌های جنایتکارانه، اعتراض خانواده‌های زندانیان اعدام شده در مقابل زندان قزلحصار کرج، اعتراضات دانشجویی در تهران، اهواز و قم، گوشمالی دادن یک مقام قضایی رژیم آخوندی در نجف آباد توسط دانشجویان، اعتراض بیش از 3000 تن از زلزله زدگان قصر شیرین، حرکت اعتراضی زلزله زدگان سر پل زها، تجمع اعتراضی گروهی از مردم مقابل شهرداری منطقه 5 تهران، اعتراض کارگران شرکت اشکانکیک در کرمانشاه و تجمع اعتراضی کارگران پروژه احداث تونل نبوت شهر سنندج. رژیم ضد بشری آخوندی در یک اعدام جمعی 11 زندانی را در زندان قزلحصار کرج به دار آویخت. این اولین اعدام جمعی پس از قرارداد ذلت‌بار اتمی توسط رژیم آخوندی است. روز گذشته و قبل از اعدام جنایتکارانه 11 زندانی، بیش از 1000 تن از زندانیان در اعتراض به این حکم جنایتکارانه اعتصاب قضا کردند. پس از این اقدام نیروهای گارد ویژه به سلولهای زندانیان قزلحصار یورش بردند و وسایل شخصی زندانیان را تخریب و یا با خود بردند. همچنین از غروب روز گذشته نیروهای گارد ویژه در برجک‌های زندان با تکتیرانداز و تیربار مستقر شدند و تعدادی نیروی کمکی نیز به زندان گسیل کردند. از طرف دیگر خانواده‌های زندانیان تمام روز در مقابل زندان قزلحصار کرج تجمع کرده بودند و خواستار متوقف کردن اعدام این 11 نفر و سایر زندانیان محکوم به اعدام شدند. حکم اکثر این زندانیان توسط دشقیم محمد مغیسه رئیس شعبه 28 دادگاه ارتجاع تهران صادر شده است. روز چهارشنبه 29 آبان ماه یکی از دشقیمان به نام عموزاده به یکی از زندانیانی که امروز اعدام شد گفته بود بعد از مذاکرات گروه 5 به علاوه 1 همه شما را اعدام خواهیم کرد. دوشنبه شب حوالی ساعت 22 نزدیک به 3000 تن از مردم زلزله زده قصر شیرین در مقابل هلال احمر رژیم تجمع اعتراضی برگزار کردند. آنان که بر اثر زلزله آواره شدند در سوز و سرما از کمبود چادر و اولیه ترین امکانات رنج میبرند و رژیم آخوندی را مسبب این وضعیت میدانند. این تجمع اعتراضی صبح امروز نیز ادامه داشت. در خواستگاهی گفتن آقا نمیدیم چادرها. چادرها به کسی ندارن. فقط در زمین استادیوم چادرها برپا کردن و یه منطقه دیرم. گفتم برای شرطی که زلزله بیا یعنی بیا. مردم از بین ببره اینا در خیر مردم قرار میگه فقط یک شرایط گفتن دیگه ولی ما هم گفتیم ما چادر ایده همین باید یه سواله باشه که واقعا جواب باشن جدن مردم در مرزی و ما که مراجعه کردیم اینطور شنیدیم کدوم ولی چیزی که اینجا اتفاق افتاده رفتم برای چادر میگه یه چادر برای چند خانواده مگه میشه اینجوری اصلا یه چیزی امکان نداره این چادر مثلا برای چارپاش برای مثلا کسی خانواده هیچ کمکی به ما نمکنن از طریق حلال عمر میری بزرسی بزرسی میگه به سمانید میری حلال عمر همینجوری سنا برای تنان در حلال عمرم برای چادر ویستاده هم دیر ساله بهشون ندارن ولی به بعضی از ما بهتران میدن اونه طبقا مسئولین میدن به اونه که خودشون میدونن میدن به آدم بدبخت بیچاره نمیدن اینا داره 5 تا چادر مثل 1000 نفر داده بخاطر مفاد مدارس لازم به آموزش پرورش کردن دوستان خودم گفته شما بدین مدارس میگا حرف میزنید یه چادر تو مدارس ببین اونجا میخواد یه زیستی همون تو هر کلن رو مردم میشه خوشان داره اینه. دوشنبه شب گروهی از مردم زلزله زده سر پل زهاب در استان کرمانشاه در مقابل هلال احمر رژیم در این شهر تجمع اعتراضی برگزار کردند. تجمع کنندگان که در پارک‌ها و مکان‌های عمومی به سر می‌برند، به دلیل سرما با مشکلات زیادی روبرو هستند و از کمبود چادر و وسایل گرمایشی رنج می‌برند. به دنبال کشته شدن یک کارگر 17 ساله در دانشکده مهندسی برق و مکانیک دانشگاه پلی‌تکنیک، بیش از 300 تن از دانشجویان این دانشکده روز یکشنبه 3 آذر تجمع اعتراضی برگزار کردند.
دانشجویان نسبت به استخدام کودکان برای پروژه‌های ساختمانی این دانشگاه اعتراض کردند. جمعی از دانشجویان دانشگاه پیام نور اهواز در اعتراض به نداشتن حداقل امکانات لازم برای تشکیل کلاس درس تجمع کردند. دانشجویان دختر دانشگاه آزاد قم روز دوشنبه 4 آذر در مقابل حراست دانشگاه تجمع کردند و علیه سیاست سرکوبگرانه این مزدوران اعتراض کردند. بنا به خبر دیگری، دانشجویان دانشگاه آزاد قم در یک حرکت دیگر به بی‌کفایتی گردانندگان این دانشگاه و نبود امکانات در مقابل ساختمان بخش عمران دانشگاه اعتراض کردند. تجمع بیش از 1000 تن از دانشجویان دانشکده کشاورزی پردیس دانشگاه تهران در اعتراض به فوت یکی از دانشجویان این دانشکده به علت برق گرفتگی، معاون به اصطلاح علمی این دانشکده را مجبور به استعفا کرد. دانشجویان طی چند روز اعتراض و اعتصاب خواستار کنارگیری گردانندگان این دانشکده شده بودند. جمعی از جوانان و دانشجویان شهرک کارون در اهواز روز دوشنبه 4 آذر به کمبود اتوبوس و مشکلات رفت و آمد در این شهرک اعتراض کردند. دو جوان دانشجو در نجف آباد اصفهان روز دوشنبه 4 آذر یک آخوند جنایت پیشه را که از مقامهای قضایی رژیم بوده گوشمالی دادند و او را از ناحیه قفسه سینه و ساق پا مجروح کردند. علت آنچه خشم این دو جوان را برانگیخت این بود که این آخوند با خودرو یک زن سالخورده 70 ساله را مصدوم کرده بود. روز دوشنبه 4 آذر کارگران پروژه تونل در میدان نوبوت شهر سنندج در اعتراض به پرداخت نشدن 2 ماه حقوق عقب افتاده تجمع کردند. کارگران شرکت اشکان کیک در کرمانشاه روز دوشنبه 4 آذر در میدان ارشاد این شهر تجمع کردند و به پرداخت نشدن حقوق عقب افتاده و نداشتن حق بیمه اعتراض کردند. گروهی از مردم منطقه 5 تهران یک شنبه 3 آذر ماه در مقابل شهرداری رژیم تجمع کردند و به خرابی جاده های این منطقه به ویژه پلی که منطقه کن را به شهر زیبا وصل می کند اعتراض کردند. دشقیمان و شکنجهگران رژیم آخوندی در زندان بندرعباس زندانی سیاسی احمد محمدی را پس از شکنجه‌های وحشیانه به بند 2 زندان که محل نگهداری زندانیان خطرناک می‌باشد منتقل کردند.